علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره مسائل مختلفی سخن گفت. با این حال واژه‌ای درباره فاجعه فرو ریختن برج متروپول آبادان که مردم این شهر را عزادار و خشمگین کرده بر زبان نبرد، در حالی که درباره پلاسکو در همان روز فرو ریختن ساختمان پیام تسلیت داده بود و 10 روز بعد نیز در تجلیل از آتش نشانان پیام داد. او در حالی از کنار حادثه ریزش برج در آبادان عبور کرد که به صورت مفصل درباره آماده سازی خرمشهر سخن گفت و به رفع حصر آبادان نیز اشاره کرد. هرچند پیام‌های خامنه‌ای درباره پلاسکو به نوعی به روابط دفتر او و قالیباف ارتباط داشتند، اما مقایسه این دو در نگاه مخاطبان ممکنه یادآور موضوع مرکزگرایی و بی‌توجهی به اتفاقات شهرهای دیگه باشه. موضوع فرو ریختن پلاسکو در آن زمان سمبلی از فرو ریختن احتمالی نظام جمهوری اسلامی تعبیر شد و این موضوع درباره برج متروپول آبادان نیز تکرار شده. فرو ریختن این برج رو در مقایسه سازی تاریخی با آتش‌سوزی سینما رکس آبادان نیز تشبیه کردند، اتفاقی که یکی از جرقه های انقلاب 1357 بود. مردم آبادان در 2 روز گذشته بارها درباره کمبود امکانات آواربرداری و امداد و نجات صحبت کردند و چند ساعت پس از سخنان خامنه ای نیز گروهی از مردم آبادان دست به راهپیمایی گسترده زدند و نسبت به عدم رسیدگی به افراد زیر آوار مانده در برج فرو ریخته متروپول اعتراض کردند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنان خود درباره اعتراضات به حذف یارانه ها نیز سکوت کرد و اشاره‌ای به اصل موضوع حذف یارانه ها نکرد. این روند اما متفاوت با اظهار نظر او درباره بنزین بود. علی خامنه ای در آبان 1398 از 3 برابر شدن قیمت بنزین حمایت کرده و گفته بود از تصمیم سران قوا حمایت میکنه. رهبر جمهوری اسلامی همچنین در سخنان خود هیچ اشاره‌ای به برجام نکرد و درباره درگیری های اخیر بین ایران و اسرائیل تنها به کشته شدن حسن صیاد خدایی سرهنگ سپاه پاسداران اشاره کرد.